یکی از این چیزها را آسته آسته هایی که بیشتر برده رفتن، بیشتر کرده رفتن و به همین حالت که رسید دیگه باز غرض نگرفتن. در حدود چند دهه پیش در جامعه الازهر سرزی یک علما نشستن که آیا ما میتونیم که قرآن کریم را به روش جدید املایی تنظیم بکنیم که ندایه بتیم، کامه بتیم، شارحه بتیم، سوالیه بتیم، هرگاه ما در قرآن کریم چیزها را زیاد بکنیم مردم بیشترتر میفهمن، خوبتر میفهمن. بعد فیصله به این شد که نه، ما این حق نداریم، به همی اندازه که آمد همی کفایت میکنند و مشکل به واسطه از این حل میشود. ولی در تفسیر این حق را داریم، در تفسیر میتونیم، یعنی بالا متن قرآن کریم نشته شود به مو تعبیری که فعلا در اختیار ماست، بعد که در تفسیر شروع میکنیم در اونجا ندایه، شارحه، سوالیه، کامه همیشه گفت هیچ مشکلی نیست و این فتوه انشالله پا برجاست. نکته دیگری که باید بفهمیم، قرآن کریم دارای اسماء است، نام ها دارد. یک سلسله نام ها را میتونیم که زیاد به زبان هست و زود فکر انسان به او میرسد، از جملهش قرآن است، القرآن. رب العالمین در سوره مبارکه اسراء آیه نوم میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یقینا این قرآن هدایت میکنه با راهی که آن استوار و پابرجا هست. پس نام قرآن از این آیت گرفته شده است. نام دیگیش الکتاب است. الله متعال در سوره مبارکه انبیاء آیه ده ارشاد می‌دارد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، یقینا ما نازل کردیم به سوی شما کتابی را، فیه ذکرکم، که در ای یادداشت است برای شما، پند است برای شما و یاد آوری است برای شما. سوم نام فرقان است، یعنی نام قرآن کریم یک نامش فرقان است. رب العالمین در سوره مبارکه فرقان آیه اول می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، با برکت و مرجع خیر ذاتی است که نازل کرد فرقان را که حق را از باطل جدا می کند بر بندیش تا برای تمام عالم وسیله انذار باشد. نام دیگر قرآن کریم ذکر است. در سوره حجر می خوانیم آیه 9 انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، هر آن ما نازل کردیم این پند و این نصیحت را، ذکر، و ما نگهبان از استیم. الله میگه ما نگهبانش استیم. و نام دیگهش تنزیل است. در سوره مبارکه شعرا آیه 192 میخوانیم و انه تنزیل رب العالمین، مسلمن این نازل کرده شده پروردگار عالمیان است. ولی در این نام ها دو نام بیشتر بر زبان هاست و بیشتر با او مردم آشناست، یکی قرآن و یکی کتاب. کتاب الله، کتاب الله بیشتر میگیریم و به ذهن ما جا دارد، قرآن، قرآن بیشتر میگیم. سبحان الله، این دو مفهوم که بیشتر جای افتیده است برای ما شما یک پیام میدهد که این پیام را علمای اصول فقه میگن که قرآن اسم برای نظم و معناست. یعنی قرآن هم لفظش مدار اعتبار است و هم معنایش. ما نمیتونیم که تنها لفظ قرآن بگوییم و یا تنها معنا را قرآن بگوییم، بلکه قرآن مشتمل بر لفظ و معناست. یعنی ما آیه ای داریم که الحمدلله کل ما شما بارها شنیدیم، رب العالمین می فرماید که
از شتر حکایت میکند و میگه ناقة الله افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. شما ندیدین به شتر چگونه آفریده شده است؟ ابل نام شتر است. در جای دیگر قرآن کریم ناقه آمده. در شما تو بخوانین افلا ينظرون الى الناقة کیف خلقت قرآن نیست. دقیق شد انشاءالله. پس باید بگوی افلا ينظرون الى الابل، یعنی تنها معنا نمیتوند قرآن شود، بلکه لفظ هم شامل معناست. اردوش باید بگیری و تعبیر دیگری. شما نمیتونین که ترجمه قرآن کریم که به زبان عربی، به زبان پشتو، به زبان دری، به زبان انگلیسی شد، او را قرآن بگوین. او قرآن نیست. قرآن چی است؟ همین لفظی که میخوانیم و همین معنی که افاده میکنیم. بنابراین اگر لفظ را تغییر داری، همین عربی را الفاظ بدل کردی، ابل به ناقه تبدیل کردی، قرآن نیست. و عوض تدبر تعقل بان، قرآن نیست. خطیش باید بید. انشاءالله دقیق شد. پس این مفهوم که دو نام نسبت به این نام های دیگری بیشتر در زندگی ما مراد اعتبار است، از این خاطر است که قرآن که تلاوت می شود، کتاب ثبت است. هر دو همین مفهوم میره که نظم و معنا هر دویش مراد است. یکی اوصاف قرآن کریم است که بسیار زیاد است، وصف الهی که برش داده شده است. یکی نور است. در سوره نساء آیه 174 میخوانیم یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ما بسوی شما نوری روشن را فرستادیم. نور صفات قرآن کریم است، روشنی است، هدایت، شفا، رحمت، موعظه. این اوصاف قرآن کریم است. در سوره یونس آیه 57 میخوانیم یا ایها الناس قد جاءتكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. كلش اوصافش است، مبارک. در سوره انعام آیه 92 میخوانیم وهذا كتاب مبارك. این کتاب مبارک است، یعنی مرجع خیر است. مبین در سوره مائده آیه 15 میخوانیم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. عزیز وصف از کتاب است. در سوره فصلت میخوانیم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزیز. یقینا این کتاب غالب است، عجیب غلبه دارد. هر کس دلایل خود بگوید، تو برد بگو قال الله سبحانه و تعالی، ختم شد. بس قال الله بگو چپ می شود، هیچ کس نمیتونه در مقابل گپی داشته باشد. بشیر و نذیر از اوصاف قرآن کریم از در سوره فصلت آیه 3 و 4 می خوانیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا. کتاب است مجدم می دهد و می ترساند. برادرای عزیز، این قرآن وحی الهی است. قرآن چی است؟ وحی است. تجارب علمی امروز ثابت نموده که عالم دیگری غیر از عالم محسوس ما وجود دارد. یک عالمی است که ما با محسوسات خود درک کرده میتونیم. قوای باصره ما، قوای شامه ما، قوای لامسه ما، قوای عاقله ما، ای کلش که با هم یک جا شد، سلسله تجاربی را ما پیدا کردیم. در بعض قضایا بند افتیدیم، بعد ناگهان میبینیم که یک حادثه پیدا میشد، یک قضیه حل میشد، دست به اصطلاح غیبی پیش میشود. و این دلیل میشود که غیر از این محسوسات ما و این قوای حسی ما چیزی دیگری هم برای شناخت است. از این خاطر است که هدایت
و چند نوع داریم. یکی را هدایت فطرت میگیم که از مادر تولد شدیم، دست داشتیم، پای داشتیم، گوش داشتیم، زبان داشتیم، ولی از هیچ کدامش استفاده کردن نمیتونستیم. ولی ایره میفهمیدیم که شیر مادر خود را چی گونه بچوشیم. ولی کی بر ما ایره تعلیم داده بود که شیر چطور بچوش؟ ایره هدایت فطرت میگه. چشم پوت هست ولی شیر چوشیدن یاد داریم. پس روزگار تیر میشود، آهسته آهسته دست به حرکت میفته، چشم باز میشود، به طفلک آواز میکنی بر تو سعی میکند، به هرچی دست مندازه محکمش میگیره، علاجش نمیدهد. ولی این هدایت حواس است. بعد زمان تیر می شود، طفل درک کرده نمی تونه که چیز برش ضرر دارد، چی برش نفع دارد. فقط دوست داره هر چیز را بگیرد. این که ضرر برش می رسه نمی رسه این مهم نیست. بعد می بینیم که آهسته ای که در قوه دیگری رشد می کنه که او را قوه عاقله می گیم. طفلک وقتی که در اینجا قرار میگیره که پایین میشه، سر به طلا خود نمندازه، آهسته که خود دور میده پای خود پایین میکنه. آهسته هر قدر که بلند میرود قوه عقلش بیشتر شده میرود، بیشتر شده میرود. در یک زمان طفل به موتر پلاستیکی و به گودی خوش میشود، دوست دارد که گودی داشته باشد، تفنچه پلاستیکی داشته باشد، امیره دوست دارد، یک سنگ هم جنگ می کند. روزهایی که کلان می شود بازی توب پلاستیکی را برش عطا بکنی میگه مرا توهین می کنی. عقل بالا می رود، تمیز می کند که یک چیزی را پلاستیکی است، یک چیزی اصلی است. بس اوقات خود اطفال آدم فریب می دانه، یک چیزی را دستش می دید مونگ چوب می شود. عقل هر قدر بالا رفت چه بسا اوقات تثبیت کننده شی است، ولی به دست آورنده شی نیست. یعنی عقل میتونه، عقل از عقال گرفته شده به معنای پابند است، به ما ایرا تثبیت کرده میتونه که سانه در کار است. این نظام به خودش استاده نیست، نگهبانی دارد، خالقی دارد، مدبری دارد. خب ای در جزء فطرت ماست، چگونه خود به خدا نزدیک بکنیم و چگونه ارتباط داشته باشیم این به عقل نمی شود. ولی عقل تثبیتش میکند که ما ضرورت داریم به خالق ما و به انس گرفتن با او، به نیایش با او. ولی رب ما به ما لطف کرد و احسان کرد، وحی را نازل کرد به انبیا. وحی که نازل کرد سیستمی را با ما به میان گذاشت که به واسطه از او سیستم با پروردگار ما تماس میگیریم و رابطه خود را درست میکنیم. از این خاطر است که هیچ کس حق ندارد و هیچ عاقل حق ندارد که در او سیستم دست بزند، او محفوظ است. بس نماز صبح میخوانیم دو رکعت، نشیط هم هستیم، کمک وقت هم داریم. اگه کسی گفت نیت کردم ده رکعت نماز فرض را ادا بکنم، خاص به خاطر خدا، رکوم به خاطر خدا کنه، سجده میکنه، تلاوت میکنه، آیا نماز خوانده؟ نه. چرا نخوانده؟ به خاطر که سیستم خراب کرده. پس وحی برات گفته دو رکعت نماز فرض بخوان و در هر رکعت یک رکوع و دو سجده. نه سجده را زیاد کرده میتونی، نه رکوع را زیاد کرده میتونی، نه قیام و قعده را زیاد کرده میتونی. فقط چیزی که بر گفته شده انجام بدی. دقیق شدیم انشاءالله. پس وحی به ما چی که سیستمی که چگونه با رب ما ارتباط بگیریم، او را لطف شامل حال ما و شما شد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قينا الله مطال إحسان کرد بر مؤمنان، اینکه پیغمبری را از نسل خودشان برشان فرستاد،
پیغمبری که تلاوت سرشان میکنند کتاب را، تزکیهشان میکند، رشدشان میدهد، تعلیمشان میدهد کتابت را، در حالی قبل از او چیزی را نمیدانستند. پس هر قدر تجارب ما در علوم بیشتر می شود، به امو اندازه ایمان ما به عالم دیگری قوی شده می رود و دقیق شده می رود. دانشمندان می گن که ما دو عالم داریم، یکی را عالم امر می گیم، یکی را عالم مثال می گیم. عالم مثال همی عالم است که ما به حواس خود درک می کنیم، و عالم امر از عالمی است که ما او را به حواس درک نمی کنیم. جنت و زخ، پل صراط، مسئله برزخ، ای به عقل درک نمی شود، ای به وحی درک می شود، در حالی که وجود دارد. پس وحی مصدر است که ماده ای کلمه دلالت دارد و معنای که همانا خفا و سرعت است. یعنی معنای لغوی وحی چیست؟ خفا، شی پوشیده ولی بسیار تیز و سریع. به همین خاطر میگویند که هی الاعلام الخفی السریع الخاص بمن یوجه الیه. وحی میگه همانا اعلامی پوشیده سریع است، خاص که متوجه می شود به سوی کسی. و از نظر معانی لغویش چند معنا دارد. یک معنایش الهام فطری است، الهام فطری. راجع به مادر حضرت موسی علیه السلام می خوانیم که وقتی که حضرت موسی تولد شد و بعد مشکلات نگهداریش بود، پروردگار ما با مادر حضرت موسی علیه السلام الهام میکند و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. ما الهام کردیم به مادر موسی علیه السلام که طفلت خوب سیر بکو، بعد از او با چی بکو؟ او را در صندوق چوبی بگذار، بعد چی بکو؟ در مبین اویلهش بکو. معنای دوم وحی الهام غریزی است، یکی الهام فطری است، یکی الهام غریزی است. مثل که وحی به سوی زنبورهای شهد و عسل می شود. الله میگه و اوحى ربك الى النحل، پروردگارت الهام کرد به سوی زنبورهای شهد، ان اتخذی من الجبال بیوتا، که از کوها بر خود خانه بگیرین، و من الشجر، و از درخت ها بگیرین، و مما یعرشون، و خانه هایی که برتان آراسته می شود و جور می شود. سوم معنایش اشاره سریع است، وحی به معنای اشاره سریع و رمز. الله متعال از حضرت زکریا علیه السلام انگامی که حضرت بی بی مریم را دید که نعمت ها را خدا برش داره و حضرت زکریا هم فرزندی نداشت، و سوی پروردگار رو آورد و گفت که خدایا مرا تنها مگذار و فرزندی را نصیبم بگردان که دودمان را به پیش ببرد. الله متعال برش گفت که نشانیش ایسته که تو سخن گفته نمیتونی، سخن گفتن ذکر الله را کرده میتونی، ولی زبانت با گپ خلاص نمیشه در مقابل مردم. از محراب بیرون برآمد، زبان بسته است. مردم پرسان کردن که چی گپ است؟ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيا. از محراب و جای عبادتش بیرون شد، در حالی که مردم متوجه بودند که علی به ما چیزی نصیحت میکند. فاوحى اليهم، اشاره کرد به سویشان، اشاره سریع کرد، چاره‌ای ندارم این تو بکنید. مسئله و معنای چهارم وحی به معنای وسوسه شیطانی است و اغوا کننده و آرایش شر در نفوس انسان و
رب العالمین در سوره انعام آیه 121 میفرماید که و ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم. یا الله میگه و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين، عدو الشياطين من الانس والجن. ما برای هر پیغمبر و دعوتگری دشمن از شیاطین انسی و جنی قرار دادیم. یعنی نمیشود که انسانهای صالح بی دشمن باشد. انسانهای شیطان صفت و شیاطین دشمنشانند. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یکی بر دیگری سفارش میکنند و سخنان به اصلاح زرق و برق رافته غلطی را برشان انتقال میدهد. آنچه که الله متعال به سوی ملائکه القا می کند که مفهوم اصلی ماست، از امر تا آن را انجام بدهد و یا کاری که نکنند. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، هنگامی که پروردگارت وحی فرستاد، امری را فرستاد به سوی ملائکه که ایره بفهمانین برای مسلمان ها که ما با شماستیم. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ولی آنچه که الله متعال به سوی انبیا و رسول القا میکند، علما این وحی را ایت تعریف کردن که کلام الله المنزل على نبی من انبیائه، میگه وحی و معنا کلام الهی است که بر یکی از پیامبرانش نازلش میکنند به واسطه ملائکه و یا غیر ملائکه مستقیم. و کلم الله موسی تکلیما، مستقیم برش میگوید یا به واسطه ملک برش میگوید. ولی او وحی که به رسول ما صلی الله علیه و سلم شده در کل دو تقسیم دارد. یکی را میگیم وحی مطلوع که تلاوت میشد که قرآن کریم است. قرآن کریم وحی مطلوع است، تلاوت می شود. و یکی وحی غیر مطلوع است که قرآن کریم نیست، احادیث رسول ما صلی الله علیه و سلم است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر از خود صحبت نمی کند، آنچه که می گوید از الله می گوید. بنا آنچه که ما میخوانیم که قرآن کریم است، این وحی چی است؟ مطلوع، تلاوت کرده میشود. این وحی مطلوع بر رسول ما صلی الله علیه و سلم به دو شکل نازل شده است. یکی را میگن وحی تمثلی بر رسول علیه صلی و سلم که انس بگیرد، ملائکه به زیور و به قواره یک انسان برایش میامد و می نشست می گفت که قال الله سبحانه، الله چنین می فرماید. حضرت رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که این وحی از نظر القا آسان بود و از نظر حفظش برام سخت بود. یکی وحی مطلوع سلسله الجرس است، فقط یک شنگسی آوازی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را می گرفت در حالی که اطرافش کسی بود نمی فهمید. اگر متوجه شده باشین کسی که در تلفن گپ می زند که در پهلویش کسی باشه، شنگس را مشنود، حروف را نمی تونه تمیز بکنه، ولی کسی که به گوشش گرفته او باز می گیرد. هر دو حالت وحی مطلوع در حدیثی که امام بخاری از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که حارث ابن هشام آمد به پیغمبر علیه السلام و فرمود که یا رسول الله کیف یأتیک الوحی، وحی چی گونه به تو میآید؟ پیغمبر گفت احیانا یأتینی مثل سلسله الجرس، گاه گاه میگه وحی به من مانند سلسله الجرس میآید، یک آواز را مشنوم. بعد از او و هو اشد علی، میگه بسیار سرمسختم تمام میشود. فیفصم عنی، بعد از ما جدا میشود. و قد وعیت عنه، و در حالی که اما چیز را پورا گرفتم
و دلم نقش پیدا کرده است. و احیانا یتمثل لی الملک، گاهی میگه ملائکه بر من تمثال کرده میشه رجولا، مانند یک مرد، فیکلمونی، امرن صحبت میکنه، فآیا ما یقول، بعد میگه میگیرم آنچه که این ملائکه برای من گفته است. این اردو وحی چی است؟ وحی متلو شد. وحی غیر متلو ای گاه در قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم القا می شود. القای ربانی است، الهی است. رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می دارد که ان جبریل نفس فی روعی، میگه جبریل در قلبم انداخت ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها، هیچ نفس نمی مرد تا که وقتی اما رزقش پوره نخورد و اما زمانی که رفتن برش تعیین شده تا او برش نرسد. در دلم انداختی را الهام کرد. گاهی به معنای خواب است. رسول ما صلی الله علیه و سلم خوابش مانند خواب ما نبود. خواب خو عزیزا خودش یک فلسفه بسیار بزرگ دارد. حالا این چی است؟ از کلگی گم است. چشمت پت میکنی یا خوره صرف میاد، تجدید روحی میشی، آرام میشی، اعصابت پابرجا میشود. باز از او که در مهم میشه که یک چیزایی را میبینی گاهی در کجا کجا میری، هیچ فرق نمیکنه که یه تو نیست. مردار را میبینی که زنده شده، خوب سیدی که چشم خلاص کنی او مرده خوب پیش وفات کردی از کجا آمد. یعنی واقعا عجیب چیز است خواب. هر قدر که این تقویت خوب باشه این خوابا را دقیق تر و قوی تر میبینی، هر قدر تقویت ضعیف باشه این خوابای غلط میبینی. رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه که 41 حصه نبوت خواب است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه وحی مطلوب به سرش نازل شود خواب را میدید. خب این تو خوابی که مانده سبیره صبح اما تو واقعی دیده میشد در هر موردی. رسول ما صلی الله علیه و سلم خواب دید که باید به طرف مکه مکرمه جهت ادای عمره برود. پس رفت صلح حدیبیه با صورت گرفت. یا حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش میگه یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، فرزندم در خواب دیدم که تو را باید ذبح بکنم. فرزندش میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، پدر جان آنچه که تو به او مأمور شدی او را انجام بده، یقینا مرا جمله صابران خواهی یافت. ولی اینجا فکر بکن وحی به معنای چی است؟ خواب است. دیدش در خواب و به او مأمور بود که باید انجام بده. پس خواب به معنای چی شد؟ القا در قلب شد و نوع دومش خواب بود. بعد امی وحی غیر متلو که یا خواب است یا القا در چی است؟ در قلب است. این وحی متلو شدن امی قرآن نیست. قرآن نیست. و در مجموع که ما حساب بکنیم وحی را به معنای الهام سریع، فرق در بین پیغمبرا و اولیا و دوستای خدا می شود. به پیغمبرای خدا وحی نازل می شود که مأمورات است در او، منهیات است در او، ولی به اولیا کشف و الهام است. هر قدر تقوا بالا برود چشم ها تیزبین می شود، گوش ها شنوایش بالا می رود، تعبیر بالا می رود، نوع نگرش فرق می کند، تعقل بالا می رود. خداوند متعال به اولیایش کشف می کند. کشف چیست؟ القاء رحمانی است در قلب از قلوب بندگان صالحش که جزئیات شی را به معرفی برش می گیرد. جزئیات شی را به معرفی برش می گیرد.
مادر حضرت موسی علیه السلام پیغمبر نبود، ولی رب العالمین بر چی میگه؟ و اوحى ربک الى ام موسی، پروردگارت کشف کرد، الهام کرد در دل مادر موسی علیه السلام. چی برش گفت؟ ان ارضعی، فرزندت شیر بده. خب بعد از او باید فرزند را بگی در صندوق چوبی بگذارش، فلقیه فی الیم، با دماوین دریا ایلش بده. کار چی می شود؟ یأخذه عدو لی و عدو له، یک دشمن از این طفل و دشمن ما ایره می گیرد. این بیچاره خب می ترسید که دشمن ایره نگیره. الله میگه ایره دشمن امی و دشمن ما ایره می گیرد، ولی بر خطا نشی. اینی رادوه اینا رادوه الیک، ما ای را پس برای تو برمیگردانیم. ای طفل که دشمن عزی و دشمن ما ای را میگیرد، ای طفل پس برای تو برمیگردانیم. بعد چی میشود؟ و جاعلوه من المرسلین، از جمله پیغمبرا هم قرارش میده. پس ببینید کشف است نه؟ الهام الهی است با جزئیات شیء، جزئیات هم برش میده. یکی وحی به معنای الهام است و فرقش از کشف ایست که در کشف جزئیات شی به معرفی گرفته می شود، ولی در الهام کلیات شی به معرفی گرفته می شود. کلیات پس در دلت انداخته می شود که یک چند روز بعد از این دنیا رحلت می کنی. دقیق شده؟ یک چند وقت بعد از این دنیا میری. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تاريخ زياد ميخانم امام نووي رحمه الله عليه، شاگردهش برش نشسته بود، درس بود، تعلیم بود. بعد به شاگردهش گفت که از ما شما با مان خدا در حق ما دعا بکنیم. کتابایش گرفت برای شاگردهش داد که ایره به مکتبه بسپارین. بس بیرون رو خانه از دو همشیرش برو، خانه از قومش از کلگی با مان رو پس آمد وفات کرد. و ده هاست انسان های صالح رو انسان میبینه که رب العالمین چونین یک الهام را برش می کنند که عزیز میری. بنان آمادگیت بگی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس می بینیم که القاءات الهی وجود دارد. حضرت عثمان رضی الله عنه وارضا نشسته بود، مرد داخل مجلس شد. وقتی که داخل مجلس شد برش گفت که ای چی شده شما را که میبینیم شما را که زنا میکنید؟ در مجلس ما میاین در حالی که زنا کرده باشین. مرد گفت که وحی ینزل بعد النبی؟ ای چی میگی تو، وحی بعد از پیغمبرم نازل میشود؟ گفت نه، وحی نازل نمی شود، ولی زکاوت است که رب العالمین در قلب مؤمن می دهد. زکاوت است. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از هوشیاری مسلمان بترس که به نور خدا ورد می بین. بنان حضرت عثمان ببین که اون نفر که آمده بود در مسیر را کدام زن را دیده بود و از او بوسه گرفته بود، هیچ کس خبر نشد. ولی در مجلس حضرت عثمان که داخل شد گفت که چه شده شما را در مجلس من میان و چنین کاری میکنین؟ و ای امو الهامات الهی است، امو کشفی است عجیب و غریب. و در تصوف بسیار زیبا مباحثی است داریم، بسیار عجیب و غریب مباحثی است. یکم این صوفی های دروغین است و هرگاه که من صوفی گفتم مرادم دکاندارا نیست، خو قرتک والا سهی شد یا نیست؟ دکاندار نیست، صوفی راستکی
بسیار جایگاه عجیب و غریبی دارن، مردم های عجیب و غریبی هستن، سبحان الله، علم عجیبی دارن. خب قرآن کریم چی شد؟ قرآن کریم وحی الهی است. قرآن وحی الهی است و رب العالمین برای ما و شما توفیق را عنایت بکنه که این مباحث را دقیق بگیریم و مهم بگیریم. پس بیان که قرآن، چون ما در درس قرآن میشینیم که کمک همین کلمه را بیشتر سرش بحث میکنیم و تعریفش دقیق تر میشیم. لفظ قرآن دو نظر از در بین علما، یک تعداد علما میگه که این لفظ مشتق است، یعنی گرفته شده است از یک لفظ دیگری. علمای دوم میگه که میگن نه، این اسم جامد است، غیر مشتق است و علم است و کتابی که رب العالمین به قلب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل کرده. کسایی که گفتند که قرآن لفظ مشتق است، بعد از او باز در مابینشان اختلاف است، هر کس یک نظر را ترجیح می دهد. یک قولی است که قرآن مصدر است، مشتق از کلمه قرآن، ولی اختلاف باز در اصل معنا دارد. یک اختلاف خویی است که معنای قرآن به معنای تلاست، قرآن گرفته شده از قرآن، قرآن به معنای تلاوت است. از قرآن رو چرا قرآن میگیم؟ یعنی کتابی که تلاوت میشود، به معنای مقرؤن بگیریم، معنای اسم مفعول، مثل که قرآت مصدر مثل غفران از غفره گرفته شده، خسران از خسره گرفته شده. نظر دو او نظر است که میگه که قرآن از قرآن به معنای جمع، به معنای جمع است، نه به معنای تلاوت. میگه عرب میگه که قرأت الشیء قرآنا به معنای جمعته است. قرآن را چرا قرآن میگه؟ میگه جامعه همه حقایق است، حقایق مادی و حقایق معنوی، به معنای جمع و ضم. و امام قتاده رحمت الله علیه به این نظر رفته، از علمای بزرگ بصره است، از جمله مفسرین و در سال 107 هجرت از دنیا رحلت کرده است. سوم میگه قرآن مشتق است از قرآن به معنای الالقا، انداختن شیء. قرأت القرآن لفظت به مجموعا، ما الفاظش را چی کردیم؟ بیرون کردیم. ای اقوال ثلاثه متفق بر است که قرآن مصدر است، محموز و مشتق است از ماده قرأه و یک ماده، ولی در معنایشان بسی عنوان اختلاف کردن، یکی تلاوت گرفت، یکی به معنای جمع گرفت، یکی به معنای انداختن و القا گرفت. نظر دیگر است که قرآن مشتق است از کلمه قرآنی، بلکه از کلمه قرآنه، نه از قرآن، و معنای ضم را می دهد. قرأت الشیء بالشیء اذا ضممته الیه. و قرآن را از خاطر قرآن میگه که جمع شده از آیات و از سوره ها، این دیگه معنایش است. بنان بعضی با بعض یک جا شده، یک کتاب مشتمل را به نام قرآن و معرفی گرفته است. این قول را امام ابی حسن اشعری رحمت الله علیه ترجیح داده است. قول سوم، قرآن میگه مأخوذ است، یعنی مشتق است، نه از طلا، نه از قرانه، بلکه از قرائن است. لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا، میگه هر آیتش آیه دیگه ایش چی میکنه؟ تایید میکنه. به این قول اول، دوم و سوم
قرآن چی است؟ محموز است، غیر محموز است و نونش اصلی است. نونش اصلی قرانه قرائن. در اول چی است؟ غیر محموز، نونش از خودش نیست. گروه دیگری که گفتن قرآن مشتق نیست، اسم جامد است و او عالم است به کتابی که خداوند متعال به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازلش کرده، مثل تورات و انجیل. و این قول مشهورن حضرت امام شافعی رحمت الله علیه رفته و جمعی از ائمه بزرگ و امام سیوطی در لتقان این تعریف را ترجیح میداد که قرآن اسمی است به کتاب الله غیر مشتق. غیر مشتق اصطلاحا تعریف زیادی را جمعی از علما برش کرده و یک تعریف زیباست، میگه که قرآن همانا کلام منزل الهی است که توسط حضرت جبرائیل امین علیه السلام بر قلب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال نازل گردیده، در حالی که در سینه ها محفوظ و در مصاحف جمع شده است و به او عبادت صورت می گیرد. بنان کتابش کلام الهی که توسط حضرت جبرائیل امین علیه السلام در مدت چیزی کم 23 سال بر قلب مطهر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. به او عبادت صورت میگیره و به ما به نقل متواتر بدون شبهه رسیده است. به نقل متواتر بدون شبهه. این قرآن کریم تلفیق یافته از آیات. بنابراین آیات جمع آیه است که یک معنای آیه به معنای معجزه است و ما شما در سوره مبارکه بقره آیه 211 میخوانیم: سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیاتنا، کم آتیناهم من آیت بینه. شما از بنی اسرائیل پرسان بکنید چقدر زیاد دادیم برایشان معجزات را. آیه به معنای چی شد؟ معجزه. معنای دوم آیت به معنای علامت است. در سوره مبارکه بقره آیه 248 میخوانیم: ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیه سکینه. بنان نشانی تالوت علیه السلام از صحت رهبریش چیست؟ این آیت ملکی، نشانی و علامت سلطنت تالوت، آوردن تابوت است که از بنی اسرائیل گم شده بود. سه معنایش عبرت است. آیه به معنای عبرت. این فی ذلک لآیه، مسلما در این قضیه عبرت است و پند است. به معنای چهارمش امر عجیب. آیه به معنای امر عجیب. و جعلنا ابن مریم و امه آیتا، ما گردانیدیم پسر مریم را و امه و مادرش را که حضرت مریم است آیتا، یک امر عجیب. مادر طفل را به دنیا آورد در حالی که عروسی نکرده. مادر در زمستان انگور را میخواد، حضرت زکریا را به تعجب انداخت. ان لکی هذا قال انه من عند الله، از کجا که دیده که مگه از طرف خدا به ما داده شد. فرزندش هم عجیب است. و تبرئ الاکمه والابرص باذنی و استحیی الموت باذنی، بس کرارا جور میشد، مرده را زنده میکرد. دخانیت که چیزی بود خبر میداد که امروز تو اینی چیز خوردی، اینی چیز دخانیت است. پس این عجیب است. میگه و جعلنا ابن مریم و امه آیتن، آیتن به معنی چی شد؟ امر عجیب خارق العاده.